سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با ادامه کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در خدمتون هستیم. قسمت آقای روغنی زنجانی. لیست کامل این کتاب رو میتونید توی پلیلیستی که در کانال وجود داره ملاحظه کنید. ممنون میشم با لایکاتون، با پیاماتون به ما دلگرمی بدید برای ادامه ضبط این کتاب. سوال: آیا در دولت این بحث وجود داشت که چنین عکس‌العمل‌هایی غلط است و یک سری بازداب‌های اجتماعی پیدا خواهد کرد؟ آیا این شیوه غلط نبود؟ پاسخ: بله. در ابتدا و از گوشه کنار یک سری بازداب‌هایی به وجود آمده بود، اما خیلی به آنها بها داده نمی‌شد. فرض بر این بود که در مورد خصوصی سازی چنین بحث هایی طبیعی است. اما وقتی این موضوع در کانون های سیاسی خارج از دولت عاملی شد برای تصفیه حساب سیاسی با آقای هاشمی، مسئله دیگر متفاوت شد و فشار از همه سو بر دولت فزونی گرفت. اما ما در سازمان برنامه معتقد بودیم که کار خصوصی سازی نباید متوقف شود، بلکه باید آن موضوع مجدداً در شورای اقتصاد مطرح شود و نواقص کار پس از ارزیابی رفع شود. اما آنچه که در عمل به وقوع پیوست، مسکوک گذاشتن بحث خصوصی سازی در دولت و وزارتخانه ها بود. در واقع وزرا پس از مواجه شدن با برخوردهای غیر اصولی که با آنها شد، ترجیح دادند از خیر خصوصی سازی بگذرند و خود را درگیر مسائل بسیار زیاد دیگری که منتظر آنهاست نکنند. به ویژه دو وزارتخانه صنایع و معادن که بیشترین حجم واگذاری ها قرار بود در آنجا انجام شود، بالاترین فشارها و تهدیدها را تحمل می کردند. در جلسات هیئت دولت معمولاً وزرای این دو وزارتخانه از تحت فشار بودن مدیران و معاونان خود و دستگیر کردن آنها در خیابان و محل کارخانه به شدت ابراز تأسف می‌کردند. آنها می‌گفتند با این شرایط نمی‌توان کار کرد. محلوجی وزیر معادن و فلزات بسیار مورد تهدید و فشار بود. وی بنای ساختمان وزارت معادن و فلزات را با استفاده از گرانبهاترین سنگ‌های معدنی ایران تزیین کرده بود و آن را به صورت یک نمایشگاه از توانایی‌های سنگ ایران تبدیل کرده بود. بنابراین به شدت مورد مؤاخذه و تهدید بود. برای واگذاری شرکت‌های تحت پوشش آن وزارتخانه پرونده‌های سنگین حقوقی و قضایی درست کردند که همچنان هم ادامه دارند. همه این مسائل موجب شد در دوره دوم دولت آقای هاشمی بحث خصوصی سازی کاملا مسکوت بماند. وزرا با آقای هاشمی گفتند شما اگر می خواهید و می توانید خودتان این کار را انجام دهید و اگر نمی توانید آن را مسکوت بگذارید. سوال: از چه زمانی و به چه دلایلی سازمان برنامه و بودجه دیگر مورد عنایت آقای هاشمی و دولت ایشان قرار نداشت؟ خود شما گفتید در بسیاری از مواقع دیگر توجهی به نظرات سازمان برنامه و بودجه نمی‌شد و آقای هاشمی بیشتر تمایل به آقای عادلی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی داشتند. علاوه بر این معمولاً یک سری تصمیم‌های اقتصادی نیز گرفته می‌شد که شما به عنوان رئیس سازمان برنامه در جریان آن نبودید. پاسخ: برای پاسخ به این پرسش شما، من نحوه انجام کار در نظام برنامه ریزی کشور رو بیان می کنم و بعد خود شما در مورد آن هر قضاوتی دارید انجام بدهید. فکر می کنید یک دستگاه و سازمانی چون سازمان برنامه و بودجه در یک نظام تصمیم گیری تا چه میزان حق وتو دارد؟ ضمن اینکه باید یادتان هم باشد که سازمان برنامه در این نظام حق وتو ندارد. می تواند حرف خودش را بزند، اما در هیئت دولت حق رأی ندارد. این رئیس جمهور است که مسئولیت برنامه و بودجه را در اختیار دارد و او نیز باید پاسخگو باشد، نه رئیس سازمان برنامه. سازمان برنامه فقط در دو جا حق رأی دارد: شورای اقتصاد و شورای عالی امنیت ملی.
در مراکز دیگری که حضور دارد به عنوان یک مرکز تخصص و اندیشه حضور دارد و آنجا فقط اظهار نظر می کند. آقای هاشمی فرد اهل فکر و اندیشه هستند. در یک مقطع ما بر این باور بودیم که پایین آوردن قیمت ارز در بازار آزاد دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد، چرا که دولت مشکل کمبود ذخیره ارز دارد و به دلیل فشار تقاضا نمیتواند تا آخر تحمل کند. بنابراین باید در حاشیه بازار قیمت ارز رسمی را مشخص کرد. اما آقای هاشمی با این فکر سازمان برنامه مخالفت کردند و ارز را 80 تومان و سپس 60 تومان تعیین کردند. از لحاظ تئوری احتمالاً آقای هاشمی هم می‌دانستند که جواب منفی خواهد بود، اما از منظر یک رئیس جمهور ایشان تحلیل‌های سیاسی خود را داشتند که در نهایت آن تحلیل‌های سیاسی فائق شدند. آن زمان مواجه با افزایش قیمت‌ها و تورم شدید بودیم. اپوزیسیون و جناح راست دولت آقای هاشمی را به شدت مورد حمله و فشار قرار داده بودند. نظر ایشان این بود که آنها در حال ناامید کردن مردم نسبت به سیاست‌های دولتش هستند. بنابراین در این شرایط نمی‌توانیم تن به کاری بدهیم که باز هم قیمت‌ها را افزایش دهد. علی‌رغم اینکه معتقد به آزادسازی هستم، باید فعلا مانع آن شد و برای انجام این کار نیز ستادی را تشکیل دادند. در این ستاد آقای عادلی رئیس کل بانک مرکزی و آقای نوربخش وزیر اقتصاد و دارایی تفاهم بیشتری با هم داشتند. نظر آقای نوربخش این بود که ما نباید یک دفعه خود را به حاشیه برانیم، بلکه باید به تدریج این کار را انجام دهیم. در آن زمان یک ارز صادراتی 40 تومانی وجود داشت که آقای نوربخش معتقد بود نباید آن را رقابتی کنیم، چرا که به بازار و قیمت‌ها شوک وارد می‌کند. اما در این حال معتقد بود که باید بازار آزاد ارز یک نرخی شود که البته باید به تدریج آن را انجام داد. اما آقای هاشمی بر اساس نظر خود نرخ ارز رسمی را از 80 تومان کاهش دادند. سازمان برنامه از اواخر دولت آقای هاشمی کنار گذاشته شد و به نظراتش زیاد توجه نمی شد. البته ما آن موقع برنامه دوم را تدوین کرده بودیم و به مجلس فرستاده بودیم. مجلس چهارم بود. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز تازه تشکیل شده بود. ما یک کمیسیون مشورتی با آنها تشکیل دادیم و برای آنها توضیح دادیم که سازمان برنامه به چه چیزی می‌اندیشد. ما انتقادات خود را به برنامه اول نیز برای آنها توضیح دادیم. در خصوص نقدینگی و بازار ارز با آنها گفتیم که بحث نقدینگی بسیار مهم است و نباید نقدینگی را رشد می‌دادیم. همینطور در مورد نرخ ارز نیز با آنها توضیح دادیم که نرخ ارز را نمیتوان به صورت مصنوعی پایین آورد. باید عواملی را که موجب بی‌ثباتی نرخ ارز در بازار میشود را کنترل و مدیریت کرد و با آنها گفتیم که اگر به دنبال راه اندازی اقتصاد کشور هستیم، باید با اصلاح مواد و اشکالات برنامه اول برنامه دوم را پیاده کنیم. اگرچه بازتاب‌های اجتماعی نیز به دنبال دارد، اما بعدها در ذهن برخی از آقایان اینطور جا افتاد که سازمان برنامه و بودجه طرحی را تدوین و پیشنهاد می‌کند تا جامعه را با بحران‌های اجتماعی و سیاسی روبرو کند. این تلقی نیز سرمنشأ مشکلات سازمان برنامه با بخش دیگری از حاکمیت بود. من در مجلس این استدلال را کردم که اگر شما به دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید، باید منتظر یک سری عواقب اجتماعی سیاسی باشید و قادر به پرداخت هزینه‌های آن تصمیم‌ها نیز باشید. مثلا دولت کره سیاست‌های خود را به صورت علنی اعلام می‌کند و به شدت نیز آن را پیگیری می‌کند. وقتی هم با واکنش‌های کارگران و دانشجویان روبرو می‌شود، پلیس را برای سرکوب آنها به خیابان‌ها می‌فرستد. اگر قرار باشد بخواهیم چنین واکنشایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست‌ها و تصمیم‌هایی را که مد نظر داریم اجرا نخواهیم کرد. موکول کردن اجرای آنها نیز به فردا به جز تأخیر و ضرر اقتصادی کشور چیزی عاید دولت مردان نخواهد کرد، چرا که هر زمان بخواهید آنها را اجرا کنید مواجه با یک سری نارضایتی‌ها خواهید شد. ممکن است در حال حاضر منافع کوتاه مدت دولت و حاکمیت را تأمین کند، ولی در بلند مدت آنها را با چالش‌ها و بحران‌های جدی روبرو می‌کند و آن زمان آرزو می‌کنید ای کاش زودتر سیاست‌های مورد نظر را اجرا می‌کردید. من برای نمایندگان مجلس توضیح دادم.
برای اجرای سیاست‌های برنامه اول و برنامه دوم باید در سیاست‌های خارجی کشور اصلاحاتی را به وجود آورد. ما نمی‌توانیم در چندین جبهه بجنگیم. ما باید به دنبال ارتباط با دنیای خارج و رفع سوء تفاهمات باشیم. این کار هزینه‌های تولید را کاهش خواهد داد. ریسک سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را در ایران کاهش می‌دهد و اقبال برای سرمایه‌گذاری را بالا خواهد برد. برای ارتباط با دنیای خارج نیز باید تجارت، واردات و صادرات و قوانین و مقررات مربوط به آن تسهیل و آسان باشد. دیپلماسی خارجی ایران باید به دنبال رفع تشنج با دنیای خارج باشد. اما آقایان این طور برداشت کردند که سازمان برنامه به دنبال اجرای یک سری برنامه‌های خاص است که برای اجرای آنها به دولت توصیه می‌کند با مردم برخورد کند و اعتراضات آنها را سرکوب کند و در سیاست خارجی نیز به دنبال صلح جهانی و حل شدن در دهکده جهانی و در نتیجه رابطه با آمریکاست. نتیجه این برداشت‌ها این شد که سازمان برنامه به دنبال استعاله نظام است و موضع این سازمان منجر به این می شود که دیگر لایه‌های نظام را در شرایطی قرار دهد تا آنها را نیز به دنبال خود بکشد. از آن موقع به بعد ما در سازمان برنامه این احساس را داشتیم که تحت فشار و کنترل هستیم. پس از این جلسه نیز با کمیسیون تلفیق برنامه بودجه مجلس داشتیم. در آن موقع آقای باهنر و عسکر اولادی رهبری این کمیسیون را بر عهده داشتند. بنا به درخواست آنها آقای هاشمی هم حضور داشتند. رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس آقای دوری نجف آبادی نیز در آن جلسه بود. در آن جلسه مطرح شد که سازمان برنامه دارای چنین ایده‌ای است. آثار منفی اجرای آن سیاست‌ها نیز در حضور آقای هاشمی مطرح شد و انتقاد شدیدی نیز به سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی صورت گرفت. گفته می شد که این همین تحلیل ها را نیز برای مقام رهبری مطرح کرده بودند. آنها نوک پیکان حملات خود را به آقای هاشمی به سمت سازمان برنامه بودجه نشانه گرفته بودند. در حالی که واقعیت این بود که اگر آقای هاشمی تصمیمی را می گرفت اجرا می کرد و خیلی مقید به نظرات سازمان برنامه نبود. من در آن جلسه گفتم که معتقد به اقتصاد بازار، خصوصی سازی، تجارت آزاد و دولت حداقلی هستم. علاوه بر این برای اجرای این سیاست‌ها باید در سیاست خارجی اقدام به تنش‌زدایی کرد. آقای عسکر اولادی در جواب گفت: پس معلوم است که سازمان برنامه به دنبال صلح کامل است. منم گفتم اگر می‌خواهید برنامه توسعه را برای رشد اقتصادی کشور اجرا کنید، نیازمند به تجارت خارجی باز و روان، سیاست خارجی فعال و پیگیری تنش‌زدایی بین‌المللی هستیم. سوال: آیا آقای هاشمی در آن جلسه و پس از آن از شما دفاع کردند؟ پاسخ: بله. آقای هاشمی در آن جلسه نه تنها به من حمله نکردند، بلکه گفتند سیاست‌های اجرایی منطبق بر برنامه و قانون بوده. پس بنابراین بهتر است قبل از طرح مسائل منفی حاصل از اجرای برنامه در مجلس، در این جلسه خودمان مسائل موجود را اصلاح کنیم. آقای هاشمی اعتقاد به تنش‌زدایی داشت اما نتوانسته بود از عهده اجرای آن برآید. بسیاری از دولت‌های اروپایی که در ابتدای دولت ایشان قصد گسترش همکاری‌ها را داشتند و در عمل نیز گام‌های برداشته بودند، منصرف شدند و شرایط به گونه‌ای شد که در اواخر دولت ایشان تقریباً تمامی سفرهای اروپایی از ایران رفته بودند. اولین نشانه‌های کنار گذاشتن سازمان برنامه در دولت آقای هاشمی تأسیس ستاد تنظیم بازار بود. مفهوم این ستاد چرخش در سیاست‌های اقتصاد مدرن و آزاد و حرکت به سمت کنترل‌های بیشتر بود. فرض بر این بود که افزایش قوانین و مقررات و کنترل‌های بیشتر امکان جلوگیری از اعتراضات سیاسی اجتماعی را در بر دارد. تأسیس ستاد تنظیم بازار از بعضی کانون‌های قدرت با آقای هاشمی رفسنجانی دیکته شده بود. دیکته به مفهوم وادار کردن خیر، بلکه مصرانه از وی خواستند که این را انجام دهد و ایشان نیز انجام دادند. یواش یواش اپوزیسیون سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی که در نهادهای پرقدرت و پرنفوذ دیگری بودند وارد میدان شدند و عرصه را بر ایشان تنگ کردند. در واقع ستاد تنظیم بازار دستپخت آنهاست. شکافتن ابعاد آن نیاز به زمان بهتری دارد.
من هم چون مخالف وجود چنین نهادهایی در عرصه اقتصاد ایران بودم و با افزایش کنترل ها نیز مخالفم، ترجیح دادم در آن ستاد نباشم و خودم را به حاشیه کشاندم. با راه اندازی این ستاد و کنار گذاشتن سازمان برنامه، شورای اقتصاد نیز تأثیر و نفوذ خود را در تصمیم گیری های کلان اقتصادی سیاسی کشور از دست داد. وضعیت نگران کننده شده بود. کشور نیاز مبرم به اجرای سیاست‌های اصولی و حرکت به سمت اقتصاد مدرن داشت. با این اتفاقات مجدداً در این حرکت تأخیر ایجاد شده بود و هزینه‌های بسیاری را بر اقتصاد کشور بر جای می‌گذاشت. البته این مسائل موجب شد که آقای هاشمی به طور موقت از ادامه نظرات و انتقادات خود منصرف شوند. اما ایشان به دنبال زمانی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی خود بودند. من وقتی به نقطه نظرات آقای هاشمی نگاه میکنم میبینم که از لحاظ اصولی ما خیلی تفاوتی با هم نداشتیم. در روش‌های اجرایی با هم اختلاف نظرهایی داشتیم. مثلا وقتی ما صحبت از نقدینگی میکردیم و استدلال میآوردیم که سطح عمومی قیمتها تحت تأثیر نقدینگی قرار دارد، ایشان در جواب میگفت این حرفها باد هواست و در عمل نتیجه نمیدهد. اگر پول ریخته شود، تولید راه می‌افتد و بانک‌ها باید پول در جامعه تزریق کنند. می‌خواهم این را بگویم که اگرچه ایشان فهم تئوریک و علمی از اقتصاد نداشتند، اما فهم و شعور عمل اقتصادی را دارند. آقای هاشمی به خصوصی سازی، تجارت آزاد، بانک و بیمه خصوصی و روابط آزاد کارگر و کارفرما اعتقاد دارند. البته به تقویت یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر برای گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه نیز معتقد است. در این حال فراموش نکنیم که بیش از همه اینها آقای هاشمی یک سیاستمدار است و سیاستمدار برای حفظ موقعیت و اعتبار خیش گاهی بر اصول و اعتقادات خود پا می‌گذارد. انتخابات ریاست جمهوری و مجلس عواملی هستند که یک سیاستمدار همواره باید به پیروزی در آنها فکر کند. و آقای هاشمی از این امر مستثنا نیست. رسیدن به اقتصاد آزاد و مدرن یک راه پرفراز و نشیب و طولانی است و نمیتوان فقط دل خوش با آینده دور داشت. سیاستمداران لازم دارند تا اهداف کوتاه مدت و رسیدن به آنها را به رخ مردم بکشند. مخدوش کردن چهره و بازنگشتن به صحنه مورد توجه هیچ سیاستمداری نیست. باید در همان 4 سال و 8 سالی که سر کار است نتیجه کارهای خود را ببیند. آقای هاشمی دور اول ریاست جمهوری خود را با چالش با جناح چپ و مخدوش کردن چهره ایشان توسط آن جناح شروع کرد. البته انتقاداتی را که جناح چپ به لحاظ اقتصادی به ایشان داشت بعدها و با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی پی گرفتند و این مایه خوشحالی است. اما ای کاش گروه‌های سیاسی حداقل در حوزه اقتصادی اتفاق نظر داشتند و از این زاویه تا این حد به یکدیگر حمله نمی‌کردند. اما متأسفانه آنها به هم حمله می‌کنند، ولی وقتی خودشان بر سر کار می‌آیند همان راه و روش دولت قبلی را پی می‌گیرند. به نظر من آقای هاشمی از جمله نادر افرادی است که این مسائل را درک می‌کند. سوال: آیا اختلاف نظر دولت فقط به سازمان برنامه محدود شد و آیا دیگر نهادهای اقتصادی مثل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی را نیز در بر می گرفت؟ پاسخ: اپوزیسیون علاوه بر سازمان برنامه هدفش کنار گذاشتن آقای نوربخش و آقای عادلی بود. جریان محافظه‌کار برای نجات خود و آقای هاشمی به ما حمله کردند. اولین هدف آنها هم آقای نوربخش بود. بعد نوبت به من رسید و سپس آقای عادلی. آقای نوربخش را در مجلس استیزا کردند و از طریق محافل سیاسی به آقای هاشمی فشار وارد کردند تا من و آقای عادلی را نیز برکنار کنند. احساس می کردم که آقای هاشمی تحت کنترل ها و فشارهای زیادی است. ماندن من بر ریاست سازمان برنامه فقط منجر به بالا بردن تنش ها و افزایش بحران برای آقای هاشمی می شد. ضمن اینکه وقتی تاثیرگذار نبودم ترجیح دادم کنار بروم. البته آقای نوربخش طبیعتاً آدم محافظه‌کار و انعطاف‌پذیری است. راز ماندگاری طولانی مدت ایشان را نیز باید در همین مسئله جستجو کرد. اما با این همه ایشان را هم استیزا کردند.
من در مراحل تدوین برنامه دوم با آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور هماهنگ بودم و نحوه پیشبرد کارها و اقدامات را با وی در میان می‌گذاشتم. اما در یک مرحله‌ای با این معضل مواجه شدیم که توسط برخی افراد در کانون‌های دیگر قدرت موضوع برنامه دوم جمع شد و مانع از اجرای آن شدند. در حالی که من با آقای هاشمی هماهنگ بودم و بر این باور بودم که ایشان هم مسائل را با رهبری در میان می‌گذارند. من مسئول هماهنگی با رهبری نبودم، بلکه این وظیفه آقای هاشمی بود و سپس ایشان هماهنگی لازم را به ما ابلاغ می‌کردند. علاوه بر این یک سری جلسات متعددی نیز در خصوص مسائل برنامه دوم خدمت مقام رهبری داشتیم. ایشان یک سری دستورالعمل‌ها و محورهایی را به دولت ابلاغ کردند و بر اساس آن محورها ما مجدداً به برنامه دوم نگاه کردیم و یک سری اصلاحات را به عمل آوردیم. از دید ما خوشبختانه محورهای ابلاغی مقام رهبری تعارضات زیادی با برنامه دوم نداشت. اما جنای راست مجلس در قالب یک سری سخنرانی پیش از دستور و مصاحبه‌های مطبوعاتی جریان را به گونه‌ای جلوه بردند که گویا نظر مقام رهبری مخالفت‌های زیادی با برنامه دارد. در واقع آنها شروع به تسویه حساب با آقای هاشمی کردند. سوال: قبل از اینکه برنامه دوم را ارائه بدهید با مقام رهبری هماهنگی داشتید؟ پاسخ: بله. مقام رهبری نیز نظارت داشتند و در قالب نظام تأمین اجتماعی برنامه را ارائه داده بودیم. بر اساس دستور آقای هاشمی توزیع کوپن و تخصیص اعتبارات مربوط به آن را نیز ادامه دادیم، در حالی که باید در پایان برنامه اول توزیع کوپن خاتمه می‌یافت. روی هم رفته فشارها بر سازمان برنامه زیاد بود. یک بار در مجلس علیه ما اعلامیه پخش شد. بارها مورد تهدیدهایی واقع شدیم که هرگز مشخص نشد از جانب چه کسانی است. هر روز برای معاونان من مشکلی پیش می آمد. آنها را می گرفتن، می بردن، اذیت می کردن و در مکانهای نامعلوم رها می کردن. سوال: فشارها تا چه حدی بود؟ پاسخ: در سطح بالا. یک سری از معاونان و مدیران کل سازمان برنامه ترجیح دادن مهاجرت کنند. گرچه ما نامه می نوشتیم و آقای هاشمی دستورهای لازم را می داد، اما هرگز نتیجه حاصل نشد. سوال: در جلساتی که با مقام رهبری داشتید در مورد چه مسائلی صحبت می کردید؟ پاسخ: سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله دوم روندی داشت که لازم بود نظرات خود را بیان کنیم. من و دکتر طبیبیان در آن جلسات حضور می یافتیم. از اینکه مشکلات را چطور می بینیم و چه راه حل‌هایی برای آنها داریم صحبت می شد. ما نقطه نظرات خودمان را در مورد سیاست خارجی نیز توضیح دادیم. در واقع از ما خواسته شد و ما تشریح کردیم. اولویت هایی نیست که باید در برنامه 5 ساله مورد توجه باشد ذکر کردیم. سوال: آیا آقای هاشمی هرگز از شما خواستند که کنار بروید؟ پاسخ: هیچ وقت آقای هاشمی به من نگفت برو. طوری هم رفتار نمی کرد که احساس کنم باید بروم. البته می فهمیدم ایشان در روابطش یک سری مشکلات دارد که نمی تواند آنها را به ما منتقل کنند. ما با هم همفکر بودیم و تعارض نداشتیم. من وقتی متوجه شدم آقای هاشمی مجبور شده بسیاری از کارها و برنامه‌هایش را متوقف کند، چاره‌ای نداشتم جز اینکه خود را کنار بکشم. اخلاق سیاسی ایجاب می‌کرد که من پست ریاست سازمان برنامه را ترک کنم. به ایجاد کنترل‌های بیشتر بر قوانین و مقررات اقتصادی هم اعتقادی نداشتم. پس لازم شد آقای میرزاده که به این مسائل اعتقاد و توجه داشت به جای من بنشیند.